Hi everyone, I hope you are doing all right. Salam dostlar, siz umuyorum ki jor sağlamdır. In today's lesson we are going to learn the passive voice. Da ders imroz mekhayim ki fe'l meçhul ra ba ham yad begirim. Fe'lay ma'lum ya active voice ra ma qablan khondem, tamam jinsa inglisi ra hamesh ma dars dam. Va da ders imroz mekhayim ki fe'l meçhul ya passive voice ra bekhanim ki chi zaman ma mitanim passive voice ra istifade kunim. So there is a lot to learn. Let's get started. خب دوستان عزیز اگر در کانال یوتیوب ما جدید هستید لطفا کانال یوتیوب ما را سابسکرایب پاسیو وایس فعل مجهول خب فعلای معلوم یا اکتیو وایس ما قبلا خواندیم که وقتی سابجکت یا کننده کار مشخص باشن ما از اکتیو وایس استفاده می‌کنیم اما پسیو وایس چه زمانی استفاده می‌کنیم فعل مجهول چه وقت ما استفاده می‌کنیم زمانی که فاعل از ما یا کننده کار معلوم نباشن مشخص نباشن در این صورت ما از پسیو وایس استفاده می‌کنیم خب اکتیو وایس پسیو وایس اکتیو وایس میشه فعل معلوم پسیو وایس هم میشه فعل مجهول خب اکتیو وایس ما زمان استفاده میکنیم که سابجکت از ما مشخص باشه Subject is clear, a person or thing. خب زمانی که subject یا فاعل از ما کننده کار از ما مشخص باشه ما از فعل معلوم استفاده میکنیم اما زمانی که passive voice چه زمانی استفاده میکنیم فعل مجهول چه زمانی استفاده میکنیم زمانی که این subject معلوم نباشه Subject is not clear. Subject واضح نیه مشخص نیه که کی هست که کار انجام دادن ما در این صورت هسته از فعل مجهول استفاده میکنیم خب این هسته در انگلیسی ما دو رقم فعل داریم فعل معلوم و فعل مجهول اکتیو و پسیو خب در اکتیو بودیم سابجکت مشخص یک کار انجام میده اما در پسیو فعل مشخص نیه و کسی که کار انجام میده او معلوم نیه یا مشخص نیه در این صورت کسی ما از پسیو وایس استفاده میکنیم Usage of passive کاربرد پسیف چه زمان ما پسیف یا فعل مجهول رو باید استفاده کنیم یک زمانی که subject is not known subject is not known یعنی subject یا کننده ای کار کسی که کار انجام میده معلوم نیست ما خبر نداره که کی کار را انجام میده Or subject is not important. یا زمانی که subject اصلا مهم نیه که بگیم. Subject کسی که کار انجام داده زیاد مهم نیه که ما بره بگیم. پس دمی دو صورت کس در وقتی که subject از مهم مشخص نباشه معلوم نباشه یا در صورت که سابجکت اصلا مهم نباشه ما در دو صورت هستن از پسیو وایس استفاده میکنیم یعنی کاربرد پسیو هستن زمانی که سابجکت مشخص نباشه یا زمانی که سابجکت مهم نباشه ما در دو صورت هستن باز چیکار میکنیم از پسیو وایس فعل مجهول استفاده میکنیم Rules خب چطور بتونیم که ما یک جمله اکتیو را یک جمله معلوم را در جمله پسیو یا نامعلوم تبدیل کنیم اول
object of active voice خب اولین کار رو که انجام میدیم چیه؟ Object of Active Voice یعنی مفعول جمله معلوم becomes as the subject of passive مفعول میاد جای فاعل به جمله passive یا اولین قانون دوم Where is changed the past participle verb is changed to the past participle یعنی فعلایش همیشه در شکل سوم مره یا past participle میشه یعنی در جمله پسیف همیشه فعل ما past participle استفاده میشه یعنی شکل سوم فعل همیشه استفاده میشه دوم سوم چکار میشه؟ Subject of active changed to by phrase خب subject جمله معلوم را subject و subject را جمله معلوم اگر خواستیم او را چند منیم با by phrase By phrase یعنی میگیم که ورمو سابجکت هم داشتیم یا phrase جور میگیم مثلا میگیم by احمد یا میگیم by him یعنی رو خواهیم یک phrase رو کستن جور میگیم توسط فلانی یا توسط او خب یعنی کستن سیغن و قانون است که ما وقت جمله اکتیو رو چنی میگیم در پسیو باید مراعات کنیم خب دوستان عزیز فعل در کل ما امروز کسی فعل مجهول پسیو وایس میخوانیم در کل فعل دو رقمه اکتیو وایس داریم پسیو وایس داریم فعل معلوم داریم نه فعل مجهول داریم اکتیو و پسیو داریم خب کاربرد این پسیو داریم زمانی که سابجکت از نون یعنی زمانی که فاعل از ما نامشخص باشه ما از پسیو استفاده میکنیم دو Subject is not important. نیو اصلا subject از ما مهم نیست. اصلا دو کار نداریم. در این دو صورت کستم ما چی کار میم؟ از پسیو استفاده میم. کار بردیم پسیو. و یعنی قانونایش هست که چطور میتونیم یک جمله اکتیو را در پسیو چنج کنیم. اصلا میگیم Object of active voice becomes the subject of passive. خب مفعول جمله معلوم و میاد جای فاعل جمله نامعلوم. Verb is changed to the past participle. فعل همیشه شکل سوم میره. Subject of active change to by phrase Subject active را مگر خواستی تبدیل مینیم به by phrase و نمیستازو by احمد یا by him یا by her یا هرکس by us خب دست عزیز اینی قانونایش بود که در اینجا باید مراعات کنیم و یک چیز دیگه یادتون باشه که ما در پسیف فقط میتونیم که فعلای را در پسیف چنج کنیم که اونا کستا ترانزیتیو باشه یعنی آبجکت داشته باشه صرفاً اگر آبجکت نداشته باشه ما نمیتونیم در پسیف چنج کنیم پس فعلایی که ترانزیتیو هست یا باید مفعول ختم میشه اونا رو ما میتونیم چکار کنیم در پسیف چنج کنیم خب حالا باید یک چند تا اگزمپل کار کنیم که چطور ما میتونیم یک جمله معلوم را در جمله پسیف یا نامعلوم تبدیل کنیم I play football. I play football. پس این میشه اکتیو. یک فعل مشخص دیگه سابجکت دارم. I play football. من یک کار رو انجام میدم. I play football. پس این میشه اکتیو. یک جمله اکتیو. حالا اگر بخوایم اینمی جمله رو در پسیف چنج کنیم یه قانون ها رو باید چکار کنیم؟ مراعات کنیم مثلا بگیم که فوتبال بازی میشه یا فوتبال توسط از نه بازی میشه پس در این صورت چکار کنیم؟
اول گفتم اولین قانون object of active voice become as the subject of passive object پیدا میم در این جمله object از ما چیز خالش چی رو بازی میم؟ من فوتبال رو بازی میم پس این مفعول از ما امیم ایا به جای فاعل قانون اول میگیم فوتبال و هر چیز دیگر هم همیشه متوجه باشیم که در پسیف همیشه to be verb استفاده میشه یعنی to be رنجی 100% بعد از مفعول استفاده میشه تا هر زمانی که باشیم خب در بخاطر که در زمان حال است در جمله از ما و شکل حال to be verb است اما is all است پس فوتبال هم مفرد ما اینجا is استفاده میشه فوتبال is فوتبال is خب قانون دوم گفتیم فعل را تبدیل می‌کنیم به بایورچی شکل سوم پلی پس می‌گیم چی پلید فوتبال از پلید خب آی را گفتیم تبدیل می‌کنیم به بای فرز بای می فوتبال از پلید بای می فوتبال از پلید بای می یعنی فوتبال توسط از ما بازی می‌شود پس این مشخصه خیلی جمله پسیو پسیف یعنی رقم جملات رو کستم و در پسیف چی میگیم یک مثال دیگه هم فرمان در اینجا I read a book I read a book من کتاب میخوام خب دیره چی میگیم در پسیف اول باید مفعول رو بریم بجای فاعل a book بعد از اون چوبی همیشه گفتیم استفاده میشه اینجا book هم مفرده a book is read شکل اول دوم سوم شبه a book is read یعنی رم تبدیل شدیم by فلی دیگه خواستیم by me a book is read by me خب معنیش یک میشه که یعنی ما کتاب میخوانم اما زمانایی که مثلا مفعاچی فاعل از ما مشخص نباشه و کسی که کار انجام دیدن او معلوم نباشه ما در این صورت گفتیم از پسیو استفاده میکنیم خب یا مثلا میگیم که The car is broken The car is broken خب یک جمله پسیو هستم یا موتر خرابه حالا ما خبر ندارم که موتر خراب کده یا نکده ما فقط پسیو بگیم که چون و کسی که خراب کرده موتر مشخص معلوم نیه The car is broken یعنی موتر خراب خب دوستان عزیز این هم بود پسیف فعلی مجهول امیدوارم که برایش مفید واقع شده باشن و در ادامه از این ما میخواییم که تمام زبانهای انگلیسی رو کسته تمام زبانهای انگلیسی رو در پسیف هر روز یک زمان انگلیسی رو در پسیف چه میمونیم با هم دیگر میخواییم تا بیشتر یاد بگیریم که چطور ما میتونیم که جملات پسیو را در زمانهای مختلف به کار ببریم. تشکر که تا اینجا با ما همراه بودین. Have a great time. Bye bye.